سلام، به صفحه دو خوش آمدید. من فرناز قاضی‌زاده هستم. در حالی که روزهای پایانی ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای دولت در ایران و دولت‌های اروپایی نشانه‌ای برای شروع بازگشت به برجام است، اعدام روح الله زم باعث لغو یک دیدار اقتصادی بین مقام‌های اروپایی و ایرانی شد. بعضی ناظران ربودن و اعدام زم توسط ایران را با کشتن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی توسط عربستان مقایسه می‌کنند و معتقدند هنوز هم واکنش اتحادیه اروپا به اعدام زم در حد واکنش به قتل خاشقچی نبوده. اعضای اتحادیه اروپا همین 10 روز پیش توافق کردند که پاسخشان به نقض حقوق بشر در عربستان، روسیه و چین با قانون و واکنش هماهنگ باشد. اما آیا این در مورد ایران هم صدق می‌کند؟ برخی از نهادها و فعالان حقوق بشر فعال در مورد مسائل ایران به اروپا اعتراض می‌کنند که آنطور که باید در این زمینه فعال نبوده و ایران را برای نقض گسترده حقوق مخالفان، دوملیتی‌ها و اقلیت‌ها تحت فشار نگذاشته. آیا اتحادیه اروپا با ایران مماشات کرده؟ در برنامه امروز سه مهمان داریم. ملیحه محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از برلین با ماست. حبیب حسین فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از بن آلمان. و اینجا در استودیو با من هم خبرنگار ما ژیار گل، که در سالهای اخیر هم برخوردهای جمهوری اسلامی با مخالفانش رو در خارج از مرزها دنبال کرده، هم واکنش‌های کشورهای اروپایی رو. واکنش‌ها رو اگه بخوایم تقسیم بندی و دسته‌بندی بکنیم ظرف سالهای اخیر به اتفاقای متعددی که افتاده از طرف کشورهای اروپایی به چه شکل بوده؟ ببینید، اگه ما برگردیم به سال 96-97 که دادگاهی در آلمان به خاطر میکنس سفراش و فراخواند، شاید بشه گفت از اون موقع ما عکس‌العمل شدید نسبت به رفتار ایران ندیدیم تا 2 سال پیش که دو ترور در اروپا، در هلند یکی به هر حال محمد رضا کلاهی صمدی و دیگری احمد مولا نیسی در لاهه ترور شدن، اروپایی‌ها میشه گفت به یک نحوی مجبور شدن عکس العمل نشون بدن، چون که به هر حال در دورانی که این ترورها انجام شده بود، تحقیقاتی که ما انجام دادیم نشون میداد که اروپایی‌ها کاملا آگاه بودن که کی پشت این عملیات بوده. اما خب از یک طرف داشتن معتقد بودن با مذاکره با جمهوری اسلامی و اگه این برنامه هسته‌ای و برجام تحقق پیدا بکنه، از یک طرف اونا دولت آقای روحانی رو به عنوان یک دولت میانه‌رو و مادرت میشناختن، فکر میکردن که دست دولت آقای روحانی رو در مقابل تندروها یا اصولگراها در ایران تحکیم خواهند کرد، و از طرف دیگه منافع اقتصادی داشت. ما دیدیم هاک کمپانی بزرگ چند ملیتی از جمله توتال، از جمله شل هلند، ایرباس هواپیماسازی، اینا تفاهم‌نامه ها یا قراردادهای زیادی امضا کرده بودن، نمیخواستن اینو از دست بدن. اما به محض اینکه ما میبینیم در می 2018 دونالد ترامپ از برجام میکشه بیرون، تحریم ها برمیگرده، یک، اروپایی دیگه منافع اقتصادی ندارن، دو، رفتار ایران متوقف نشده، مسئله دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان مطرح میشه یک روز قبل از سفر آقای روحانی به اتریش، و این موضوع باعث شد دیگه اروپایی‌ها نمیتونستن سکوت کنن. از یک طرف احزاب مخالف فشار به دولت‌ها آورده بودن، در خاک اروپا داره عملیاتی انجام میشه، برها اینا باعث شد دیپلمات‌های ایرانی رو از برها دو دیپلمات ایرانی رو از هلند اخراج کنن، سفرای ایران، سفرای جام. اما مثلا در مورد همین مورد اخیر، در مورد روح الله زم، روح الله زم به هر حال پناهنده بود به فرانسه، دولت فرانسه گفته میشد که برای او در خاک فرانسه حتی سیستم امنیتی داشت، از او محافظت میکرد. اما وقتی او رو بوده شد، واکنشی که از فرانسه دیدیم چه بود؟ آیا روشن هست؟ ببین، ما نمیدونیم واقعا پشت صحنه. معمولا بسیاری از کشورهای اروپایی وقتی که یک شهروند دو ملیتیشون دستگیری میشه، بیشتر ترجیح میدن بخصوص دیپلمات ها پشت صحنه لابی کنن، فشار بیارن از طرق مختلف. حتی ما دیدیم در بعضی موارد تونستن توافق کنن، مثلا چند ایرانی رو جای دیگه، یا به خاطر سانکشن یا به خاطر مسائل عملیاتی که انجام داده مثلا تو تایلند اخیرا معامله بکنن. اما نمیدونیم واقعا آیا دولت فرانسه این کارا رو کرده یا نه، به خاطر اینکه آقای زم شهروند فرانسه نبوده، یعنی تابعیت این کشور رو نداشته، اون جوری که باید و شاید میبایست به ایران فشار بیاره نیاورد. ما در اون موقع در چند خط که
به حال اعتراض کرده بودن، چیزی بیش از اون نشنیدیم؟ مثلا بگیم دولت فرانسه بیا سفیرش مثلا سفیر ایران رو اخراج کنه، یا از اتحادیه اروپا بخواد یک موضع مشترک بگیرن علیه ایران. متوجهم. آیا حسین فرد، این همون اعتراضیه که در مورد مثلا وضعیت نازنین زاغری، خانواده‌اش، اطرافیانش، فعالان حقوق بشر میکنن که دولت بریتانیا کار لازم رو نکرده؟ همین چند روز پیش آقای رضا معینی از فعالان حقوق بشر، از گزارشگران بدون مرز، میگه ما به میشل باشله و جاوید رحمان نامه نوشتیم، گفتیم که زم احتمال زیاد اعدام میشه، اینها کارهای لازم نکردن، در حالی که اینا در واقع وظیفه شون عملکرد در حوزه حقوق بشری هست. به نظر شما اتحادیه اروپا و اصلا کلا نهادهای بین المللی به نوعی دارن با ایران مماشات میکنن؟ البته شما که نهادهای بین المللی به اصطلاح برآیند اراده ای که در کشورهای مختلف وجود داره، این نیست که این نهادها که خودشون قدرتی ندارن. و خب در مورد کشورها که حالا عمدتاً هم کشورهای غربی هم که مقدار اگرم نگیم دولت‌هاشون به هر صورت جوامع مدنیشون راجع به این مسائل حساسن و دنبال میکنن، ولی واقعیتش اینه که خب کشورها هم اولویت‌های متفاوتی دارن. یعنی اینی که در وهله اول این که ایران مسائل مشکلاتی که دارن مسائل امنیتیه، مسائل اتمیه، مسائلی از این دسته، و تو این رابطه اون موقع حقوق بشر میفته در پایین جدولی که ما میتونیم ترسیم بکنیم. به همین خاطر ما میبینیم که حتی آقای اوباما تو همون دور 1388 هم که تو ایران تظاهرات بود، تو چارچوب بحثایی که با ایران داشت پیش میرفت خیلی محتاطانه با قولان موضع گرفت. یه موقع این مذاکراتی که بر سر مسائل اتمی داره پیش میره اونو به خطر نیندازه. مسائلی از این دست رو نگاه میکنیم، یعنی هم مسائل اتمی، مسائل متفاوتی که خارج از مسائل حقوق بشر با ایران دارن و اونا را اهمیت بیشتری براش قائلن، هم مسائل اقتصادی و هم نوع تاثیرگذاری تحریم ها، احرام ها هم مطرحه. یعنی برای اتحادیه اروپا واقعیتش اینه که اهرمی که داره که ازش استفاده شاید زیاد نمی کنه در قیاس فرض کنید به دوران ترامپ در آمریکا، اهرم اقتصادیه. منتها راجع به این صرف نظر از اینکه منافع خودشون هم نمیخوان به خطر بیاندازن، این بحث هم هست که واقعا چقدر اول اثر داره، بعدش روی جامعه ایران چقدر اثر داره، چقدر میتونه حکومت ایران اینو به عنوان بهانه بذاره در برابر جامعه که ببینید اونان که دارن فشار میارن اقتصادی وجود داره. آقای حسینی فر، الان انتقادی که مدت هاست میشه از رابطه با اروپا اینه که ما مثلا از مقام های ایران میشنویم که برجامون سودی که باید، همین تعریفش همینه، این قراردادهای اقتصادی رو نداشتیم از طرف اروپایی ها برای اینکه اونها میترسن. چقدر نبود این بدبستان اقتصادی باعث میشه که ایران دستش باز باشه؟ اگه کوتاه بگید. وقتش این بدبستان اقتصادی هر چقدر که اقتصاد ایران ادغام بشه تو بازار جهانی و گلوی اقتصاد ایران زیر این قراردادها و تعهدات بیاد، از اون بر خود جامعه ایران، این جنبش خیلی مهمتر از این، جامعه ایران مسئله معیشت نشه در دغدغه اصلیش، اون به خصوص قشر میانی دائم با این مشکل روبرو نباشه که شب چجوری سر بکنه، روز چجوری سر بکنه، طبیعیه که جامعه یه مقدار نفس بیشتری میتونه بخوره. اون موقع خودش اصل اساسی در درونه که خود جامعه بتونه دنبال حقوقش بره و این حقوقو بگیره. متوجهم. پس بنابراین شما فکر میکنید که اتحادیه اروپا با شرایطی که الان هست نه احرام‌های زیادی داره نه علاقه چنه. خانم محمدی، بحثی که مطرح میشه این هستش که مدام از مقام‌های ایرانی میشنویم، از آقای ظریف که میگه تفکیک قوا هست، ما کاری نیستیم. آیا به نظر شما در دراز مدت اگه قرار باشه که اروپا بخواد اونجور که میگن یک تصمیم مشترک در مورد وضعیت حقوق بشر بگیره و با ایران برخوردی بکنه در این زمینه، آیا میتونه کماکان دولت بگه که این به ما ربط نداره، تصمیم قوه قضاییه بوده؟ ببینید، پیشبینی های ما در مورد روند های سیاسی که میخواد اتفاق بیفته ناچار بر اساس تجربه هایی که تا الان موجود بوده. اون چه که ما دیدیم در عمل هرگز حقوق بشر مبنای رابطه های مهم سیاسی نبوده. ایران موقعیت خاص داره برای جهان، یک کشور قدرتمند منطقه است که نفوذی هم در کشورهای اطراف داره و این نفوذ در واقع گذشته از حضور نظامی، یه نفوذ سیاسی که میتونه بعضی حرکات نظامی در منطقه تولید بکنه. بنابراین این ملاحظات که شما میبینی کاملا واقعیه، وجود داره، در آینده هم اون آینده رو
نامفهوم. من آینده را اگر به معنای این سال و ماها یکی دو سال آینده بگیرم تا جهان بر همین نظم میچرخه، بله میتونه دولت ایران این صحبت ها رو بکنه و اینها اون مسائلی رو که اهمیت داره، اون جاهایی که ایران براشون اهمیت سرنوشت ساز داره حیاتی داره رو اون نکات. خانم محمدی، به نظرتون جالب نیست که اینطور که صحبت میشه و الان از آقای حسینی فر هم شنیدیم، به نظر میرسه که دولت‌های اروپایی خیلی بیشتر نگران واکنش ایرانن تا ایران نگران واکنش کشورهای اروپایی باشه در بحث حقوق بشر؟ خب بله، اینم یه واقعیتیه. باز برمیگرده به اون موقعیتی که ایران داره. موقعیت ایران حتی موقعیت عربستان هم نیست. موقعیت ایران یه مثل یک مسئله‌ای میمونه، مثل یک قده‌ای میمونه که وجود داره، نه برطرف میشه، نه حل میشه، نه میتونن قطعش کنن. یه مشکل خیلی جدی ایران برای جهان. باید ببینن که با این نیرو چه کار میتونن گیرم که روی حقوق بشر زوم کنن. شما ببینید با مخالفت با یک کشوری تحریم بشه، هرچی یک کشوری مثل ونزوئلا رو دارین که با تحریم، با تورم چند میلیون درصدی داره زندگی میکنه، در رابطه با ایران نمیشه این آزمونش رو کرد. ژیار، به نظر تو این همین گزاره، این که ایران اونقدی که اروپا نگران ایران هست و اینکه ایران چه واکنشی نشون میده اگه مثلا فشار بیاره در بحث حقوق بشر، ایران خیلی انگار که به این قضیه اهمیتی نمیده، آیا تو هم با این موافقی؟ ببین اگه نگاه کنی، ما ایران در چند سال گذشته مثلا اگه جامعه اروپا ایران رو محکوم کنه احرومی نمونده، ایران از همه جنبه همه درها به روی ایران بسته شده، یعنی از تحریم گرفته تا معامله نکردن با ایران، حتی برجام هم بالاخره اونم حداقل فریز شده، یعنی متوقف شده. به همین جهت این موضوع خودش باعث شده اگه کسی در تهران در میان رهبران نظام جمهوری اسلامی وجود داشت، میگفت حداقل به خاطر منافع اقتصادی، به خاطر وجهه ما در جامعه بین المللی، به خاطر روابطی که ما با اروپا داریم، یا حداقل اونا رو نیاز داریم، اینم وجود نداره. فراموش نکنیم تو ساختار جمهوری اسلامی ما دو تفکر حاکم داریم، یکی معتقد به رابطه با اروپا منهای اروپا منهای آمریکاست، بعضی دیگه هم هستن میگن نه ما باید با کلا با جامعه جهانی رابطه برقرار بکنیم. الان به جایی رسیده، خب میگن ما منافعی با اروپا نداریم، چرا باید اصلا رعایت کنیم؟ به همین جهت دستگاه‌ها و نهادهایی که این عملیات‌ها، این بسا عملیات ربودن آدم‌ها رو انجام میدن و یا قوه قضایی که احکام اعدام رو صادر میکنه، معمولا تو این نهادها ما میبینیم کلن اصولگراها یا اون تونروهایی که اونجا هستن اصلا براشون مهم نیست جامعه جهانی چی فکر میکنه، بیشتر نشان دادن اقتدار نظامه و همچنین فرستادن یک پیامی به مخالفان که ما اینقدر اشراف اطلاعاتی اقتدار داریم که میتونیم یک شخصی که در فرانسه بوده یا یک شخصی که در سوئد بوده مثل آقای کعب، اینا رو میتونیم به راحتی برو با این و به تهران بیاریم و مجازات کنیم. یا آقای شارمت، در مورد مثلا این افرادی که اشاره شد، آقای حسینی فهم مثلا آقای شارمت پاسپورت آلبانی داره، آقای کعب پاسپورت سوئدی داره، اما باز هم ما انگار که واکنش چندانی دست کم همونطور که گفتم در ظاهر از این کشورهای اروپایی ندیدیم. آیا فکر میکنید بعد از این ممکن هست تغییری حاصل بشه یا کماکان در روی همون پاشنه خواهد چرخید با توجه به اینکه همونطور که گفتیم ممکنه احرام‌هایی وجود نداشته باشه برای اروپا که بخواد به ایران فشار بیاره؟ احرام‌های اروپا تفاوتی نکرده، این کشورهای همین مثلا مواردی که شما اشاره کردید، زندانیای آلمانی، دو تابعیتی‌های الان چیزی در حدود 10 نفر از اتریش و آلمان تو زندان‌های ایران هستند دو تابعیتی، و اینها آنچنان احرامی ندارن مگر اینکه باز تو چارچوب این مبادلات این بر اون بر مبادله بکنن اینها رو، و این هم برای خود ایران هم شده یک نوع معامله و یک نوع شیوه. و در این حال ما نگاه میکنیم همین مورد، فرض کنید به تعویق افتادن یا لغو این فوروم اقتصادی که قرار بود برگزار بشه با شرکت بیش از 40 کشور و 3300 نماینده، می‌بینیم که تو خود اروپا همین الان صحبت سر اینه که خب وقت بعدی کی بذاریم، یعنی اینکه دارن خودشون نگرانن که زیاد عقبش نندازن این مسئله رو.
برای اتحاد اروپا الان میبینیم که بیشتر از اینه که فرض کنید اعدام آقای زم مطرح باشه، مسئله مسببه مجلس راجع به مسئله اتمی بیشتر مطرحه، راجع به بیشتر دارم صحبت میکنم. خیلی تصویر دردناکیه نیست آقای حسینی فر، اینکه آدم احساس میکنه که فعالان سیاسی، فعالان مدنی در ایران، همینطور کلن در واقع دو تابعیت ها، اقلیت ها اینقدر تحت فشارن، ولی جامعه اروپا براش مسئله اقتصادی اهمیت داره تا مسئله حقوق بشر. واقعیتش اینه که خب مسئله صرفا به ایران هم برنمیگرده، گرچه در مورد ایران این که حکومت ایران را با این دو تابعیتی همچنین رفتاری میکنه و در جاهای دیگه دنیا کمه این موارد ما نمیبینیم آنچنان. ولی فرض کنید تو همین هفته گذشته آقای عبدالفتاح سیسی در پاریس بوده، بهش لژیون دادن، نشان لژیون دادن. آقای مکرون راست و راست میگه که ما اصولا مسئله حقوق بشر و صدور تسلیحات و مثل نمیتونیم به هم پیوند بزنیم، نه دو تا چیز جداگونند. به فرض کنید همین سال 2020 در حدود 15 نفر بیشتر در خود آمریکا اعدام شدن، منطقه اروپایی اصلا صدایی هم ازشون در نمیاد. میخوام بگم که مسئله اصولا حقوق بشر جز این که جوامع این مدنی این اروپایی یا نهادهای حقوق بشری دنبالش بگیرن اینجا و اونجا، دولت‌ها رو بذارن زیر فشار و اینها رو در این یا اون مورد معین به جایی برونن، در مجموعش همونطور که اشاره شد در صدر اولویت این کشورها نیست. ما مورد آقای خاشقچی رو داریم که خب در مورد عربستان همچنان هیچ فشار اقتصادی مسئله از این دست امورش اعمال نشد. اشاره جالبی کردید مسئله آقای خاشقچی. خانم محمدی، به هر حال همین قضیه، اینکه دولت‌های اروپایی کلاً دولت‌ها به نظر میاد که مسئله حقوق بشر براشون همواره یک اهرمی بوده که در شرایطی که به کارشون میاد ازش استفاده میکنن، در سایر مواقع استفاده نمیکنن، ولی در واقع نهادهای مدنی هستن که دولت‌ها رو تحت فشار میگذارن، نهادهای مدنی در اروپا. فکر میکنید که چقدر این نهادهای مدنی الان در اروپا دغدغه‌شون هست مسئله ایران؟ ببینید نهادهای مدنی اهمیتشون رو مثلا یک بار نشون دادن در مسئله اعدام اون سه نفر که جلوش رو گرفتن، و یکی از دلایل شاید تعجیلی که جمهوری اسلامی، تعجیل عجیبی که در اعدام زن کرد، همین بود که نمیخواست اون موج به راه بیفته. هنوز هم هیچ چیزی، هیچ کشوری دشمنی بزرگتر از افکار عمومی نداره. دولت ها همه با هم در پی معامله هستند، در این هیچ شکی نیست. قتل آقای زم هم یه قتل فجیع بود، ولی اونچه که در مورد خاشقچی اتفاق افتاد واقعا فجیع بود. از اون مرد جنازه ای هم نموند و معلوم نشد چی، هیچ اتفاقی نیفتاد. اما اینطور نیست که فعالیت های حقوق بشری تاثیر نداشته باشه. نهادها باید خودشون یک کاری که میشه کرد، به نظر من تو مقاله آخری هم نوشتم، گذشته از اینکه من فکر میکنم مذارب خواهم هر کار قصودی که نکرده باشه فرانسه، سهل‌انگاری کرده در مورد کسی که حفاظت شخصی داشته. دولت عراق که همدستی کرده، یکی از کارهایی که نهادهای حقوق بشری باید بکنن جلب توجه محافل بین المللی به این مسئله است که اجازه ندارن حتی یک مجرم اقتصادی رو به کشوری که در اون حکم اعدام وجود داره تحویل بدن. حتی این محدودیت باید شامل اینترپول بشه و پلیس بین‌المللی حتی موظف بشه که به این کشورها متهمی رو تحویل نده. در شرایط کنونی دولت‌ها پشتیبان ملت‌ها نیستن مگر در کشورهای خودشون بر اساس اون حقوقی که مردم با مبارزه به دست آوردن، مردم خودشون. هر جای جهان هر اتفاقی بیفته برای این دولت‌ها مهم نیست. بله. یک موضوع درباره اتحادیه اروپا، واقعا نمیشه گفت یک صدا همه اروپایی‌ها نسبت به مسائل حقوق بشر بی تفاوت هستند. ما اگه نگاه کنیم، معمولا متاسفانه کشورهایی هم که قدرت دارن مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل بریتانیا، اینو معمولا خیلی ملاحظات سیاسی دارن، منافع خودشونو در نظر میگیرن. اما ما دیدیم وقتی که اتفاقی افتاده و پای کشورهای اسکاندیناوی مثل دانمارک، مثل سوئد، مثل نروژ در میان بوده، فشار اونها بیشتر بوده، عکس العمل اونها بیشتر بوده. و از طرف دیگه میخوام خانم محمدی چیز اشاره کرد برای کشورها. به باور من مسائلی که اتفاق میفته، مثلا ربوده شدن آقای زم در عراق و یا ربوده شدن آقای کعب در ترکیه و یا ربوده شدن آقای شارمت در دبی، اینا در کشورهایی که این اتفاق افتاده برای افکار عمومی اونجا زیاد اهمیت نداشته، شهروند یک کشور دیگه بوده. به همین جهت دولت ها هم به این راحتی از اون گذشتن
و دلیلی هم نمیبینن با ایران که منافع اقتصادی دارن، رابطه دارن، درگیر بشن سر موضوعی که افکار عمومیشون هیچ عکس عملی نشون نداده. ما میبینیم در ترکیه در چند سال گذشته ترور آقای سعید کرمیان رو داشتیم، مدیر جم تی وی، بعد ترور مسعود مولوی از خود نیروهای سابق سازمان اطلاعات سپاه رو داشتیم، بعد ربوده شدن آقای حبیب کعب رو داریم از مخالفان عرب همین دو ماه پیش در استانبول. ما میبینیم مقامات ترکیه از همون روز اول میدونستن. مثلا شخصی که متهم شده بود که در ترور آقای کریمیان دست داشته، همین آقای زندشتی که میگن عوامل ایشون که بازداشت شده به تازگی این سال 2018 بازداشت میشه، 6 ماه بعد از زندان آزاد میشه، متهم شده بود که در ترور آقای کریمیان نقش داشته، اما مشاور آقای اردوغان میره اونجا و ایشون رو آزاد میکنه. بعد وقتی که اوایل امسال دادستان استانبول تحقیقاتی رو انجام داد که چرا این شخص آزاد شده، جواب ایشون بود که به نفع رابطه ایران و ترکیه است که این شخص از زندان آزاد میشه. یک بحث دیگه ای رو الان من میخوام اینجا باز بکنم آقای حسینی فر. خیلی ها میگن که وقتی راجع به حقوق بشر صحبت میکنی باید حقوق مردم ایران که تحت تحریم ها هم هستند رو در نظر بگیرید و اینکه اگر اهرام دیگری مثلا وجود نداره به جز تحریم ها، واقعا یک شمشیر دوسویه است که از هر طرفش میتونه خطرناک باشه. فکر میکنید که آیا این اصلا به نظر شما نظریه درستیه که بگیم که چون تحریم ها در نهایت ممکنه به ضرر مردم باشه، پس بنابراین راهی هم وجود نداره برای برخورد با مقام های ایران؟ واقعیتش اینه که همین الانش اتحادیه اروپا ظرف یک دهه گذشته چیزی در مورد حدود 2000 مورد تحریم موردی علیه سوریه، کره شمالی و ایران اعمال کرده. ما می‌دونیم اثر آنچنانی نداره. ضمن اینکه کلاً هم توی تحقیقات خود گسترده‌تر هم نگاه بکنیم ببینیم که تحریم‌ها در عرصه بین‌المللی هم چیزی در حدود مثلا 20-25% جواب دادند. مجموعاً اینه که واقعا بحثه. خب پس بذارید سوالم اینطوری بپرسم آقای حسینی فر، چون شما آشنا هستید به وضعیت آمریکای جنوبی، به نظرم این بحث جالب میشه. اساساً آیا راهی وجود داره با دولت‌هایی که به طور گسترده در واقع حقوق بشر رو نقض میکنن؟ آیا جامعه جهانی هرگز تونسته در مورد اونها با موفقیت عمل بکنه در جایی از جهان؟ بله، در نظر بگیریم که خب توی دهه‌های گذشته که فرض کنید دو تا بلوک وجود داشتن، یه تئوری وجود داشت از طریق تغییر از طریق نزدیکی یعنی اینی که شما از طریق ارتباط بیشتر، از طریق تجارت بیشتر، از طریق اینی که بتونید این کشورها رو بیش از پیش در سیستم جهانی ادغام بکنید بیشتر میتونید تأثیر بذارید تا اینکه به حاشیه برونیدشون، به اصطلاح منزوی کامل، انزوای کامل براشون دامن بزنید. ما می‌بینیم خب در مورد بحث که هم داشتیم قبلا با خود شما راجع به ونزوئلا، می‌بینیم امروز بعد از یک سال و نیم، دو سال که مثلا حتی براش رئیس جمهور هم تعیین شده، وضعیت نه تغییری کرده، نه اوضاع مردم بهتر شده، بیش از پیش. میخوام بگم اون موقع الان اروپایی‌ها دوباره رسیدن به این نتیجه که مثل که باید بریم با آقای مادورو صحبت بکنیم، یعنی مثل که نمیشه دور زد. به این اعتبار جز یعنی دو محور رو باید دائم دنبال کرد. یکی این که توانمندسازی خود جوامع باید چجوری دنبال بشه، چقدر مسئله تحریم یا عدم تحریم اقتصادی در اینکه زمینگیر نشه اون جامعه تأثیر داره، و یکی هم در سطح بین المللی آگاهگری، روشنگری و به جریان انداختن و بسیج کردن این افکار عمومی کشورهای مختلف از جمله غرب، اینها چیزاییه که میتونه تأثیر بیشتری داشته باشه و به تجربه هم تأثیرگذار شده تا اینی که مثلا سر این موارد معینی که غرب با ایران مشکل پیدا میکنه اینجا یا اونجا مثلا یه خورده صداشون بره بالا علیه این یا اون مورد مثلا موضع بگیرن. اینها دوام نمیاره. همطور که اشاره کردم مثلا به خصوص که مثلا یه کشوری مثل آمریکا یا حتی اسرائیل که الان مسئله بزرگ رابطه با ایران در رابطه با منافع و مصالح اسرائیل، اون مسئله حقوق بشر اصولا مسئله شون نیست، مسئله دیگه ای رو دنبال میکنه. متوجهم خانم محمدی، وقت کمی داریم اما میخوام از شما در مورد سیاست داخلی در ایران بپرسم. با توجه به اینکه به هر حال الان بحث برگشتن به برجام، بازگشت به مذاکرات و همین در واقع نشست های اقتصادی است که نمونهش همین هفته داشتیم و لغو شد، فکر میکنید که چقدر الان در داخل ایران دست بالا رو کسانی دارن که میخوان نزدیک بشن به جامعه جهانی، ممکنه بخوان که در واقع در رفتارهای ایران تغییر ایجاد بکنن در رفتارهای جمهوری اسلامی؟
من یک کوتاه به سوال قبلی شما که مطرح کردیم برگردم که تنها قدرتی که وجود داره برای تغییر رفتار دولت‌ها همیشه فقط از داخله. افکار عمومی هم که من گفتم منظور افکار عمومی کشور هست، نه افکار عمومی اون کشوری که به اصطلاح شرکت میکنه در تحویل دادن یه متهم. اما در این مورد که شما میگین، من فکر میکنم امروز تفاوت کلی داره مسئله سیاست خارجی در ایران با گذشته. امروز به اندازه دوران قبل از روحانی، دوران قبل از ترک ترامپ برجام رو، اون شکاف عمیقی که وجود داشت بین دو سیاست در ایران وجود نداره. به نظر من امروز مجموعه لایه‌های حکومت به جایی رسیدن که همگی خواهان ترمیم رابطه با غرب هستند، به شمول آمریکا. اون که حالا با بدون آمریکا با اروپا این تجربه شده که نمیشه. رفتن بیرون ترامپ نشون داد دوران بودن برجام رو با نبودنش. برجام همه چیز نبود، همه اون وعده هایی که میدن نبود، ولی اصلا شرایط قبل از خروج آمریکا نیست امروز اون وقتی که در ایران بود. امیدی که بود، فعالیتی بود که بود، نرخ رشدی که به هر حال تغییر کرد، نرخ منفی رو جبران کرد. بنابراین در ایران به نظر من نکته مثبت دو طرف این ماجرا همینه که آقای بایدن میخواد که سیاستش رو با اروپا به هر حال ترمیم کنه، اون سیاست آسیب دیده ای رو که آقای ترامپ به جا گذاشته. فراموش نکنیم که دوری آمریکا از اروپا و گرفتن این دوری از طرف آقای ترامپ باعث ترک برجام شد. در داخل ایران هم به نظر من همگرایی بیشتری بر سر این مسئله به وجود اومد. البته مشکلات هم بسیار زیاد. بله، به حدود 30 ثانیه داریم جیار، اگه بخوای جمع بندی کنی، به نظر تو در ماهای آینده چه انتظاری میشه از دولت‌های اروپایی داشت؟ اونها چه خواهند کرد؟ به باور من همین چیزی که خانم محمدی اشاره کرد، دولت جو بایدن قطعاً هماهنگ‌تر با اروپایی ها عمل خواهد کرد. ما میبینیم که کسی که قرار مشاور عالی امنیت ملی آمریکا بشه، جک سالوان، هم عکس العمل نشون داد. ما چیزی از دولت ترامپ ندیدیم. به باور من درست اختلافات زیاد و به نظر میومد دولت آقای ترامپ بیشتر علیه ایران بود، اما مسئله حقوق بشر برای دولت آقای ترامپ به نظر من اصلا در هیچ گونه اولویت وجود نداشت. اما قطعا آقای بایدن فشار بیشتر خواهد. ممنونم از تو جیار گل. آقای حسینی فرخ، خانم محمدی، متشکرم که در این بحث شرکت کردین و ممنونم از شما که با صفحه دو همراه بودید. شب روزتون خوش.